لبخند شما کمی درخشانتر و زندگی شما کمی بهتر شود. بعضی آدم ها چهره شان معمولی است، اما آنچی در سمت چپ سینه شان می تپد دل نیست، اقیانوس محبت است. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. آدم هایی که هر وقت ازشان بپرسید چطوری؟ می گویند عالی هستم. کسی که سختی و پستی بلندی های زیادی را در زندگی تجربه کردن، کسی که با وجود همه موانعها و مشکلات ادامه داد، کسی که می توانست از فرصت ها استفاده کند و در یک کشور دیگر برای خود یا در یک کشور دیگر زندگی کند، اما افغانستان را انتخاب کرد، نه از لحاظ مجبوریت بلکه به خاطر تغییر چهره اقتصادی افغانستان عزیز. وای به عنوان یک کارآفرین، مربی زندگی و یک فرد خیر وسیله تغییر هزاران زندگی در سرتاسر افغانستان است. کسی که داستان زندگیش الهام بخش زندگی های دیگر است. کسی که شعارش هست I was not born in a country, but I was born in the world. پس به افتخار مؤسس گروه شرکت‌های میگالای افغانستان، استاد انعام الله فایز. تشکر و جهان سپاس. واقعا روز خاصی است. قبول دارین؟ اما این روز خاص و این که همه ما اینجا آرام نشستیم دلایل دارد. هیچ چیز بدون دلیل نیست، بدون زحمت و تلاش کسی نیست، بدون تصمیم کسی نیست. انسان ها همیشه یک تصمیم میگیرن و اون تصمیماتشان به گفته رضا جان امروز بالای خیلی از عزیزای ما تاثیرگذار است. امروز تنها جایی که باید واقعا من قلبا این را بیان کنم و قلبا باید بگویم ما واقعا ممنون یک تعداد و یک عده خاص از مردم دلسوز کشور ما که مربوط بخش امنیتی کشور ما هسته و اینا هستن که ما امروز اینجا هستیم. ممنون از جناب جنرال صاحب بزرگوار و ظفر صاحب بزرگوار که واقعا خیلی لطف کردیم. تنها بخش از کشور ما که واقعا فعلا یکی هستن، متحد هستن، متفق هستن و میتونیم باور کنیم بالایشان و اونا هم مثل ما کسایی هستن که از این کشور نرفتن. اونا هم کسایی هستن که استادگی و امیدوار بودن در کشور و با آبادی کشورشان باورمند هستن و امروز باعث شدن ما شما اینجا لذت ببریم. امروز ما شما اینجا بیاییم تصمیم زندگی خود بگیریم و یک کار بکنیم و ما واقعا مدیونشان هستم همیشه. و تنها بخشی که متشبیسی و تجارت پیشه ها بر از او خیلی نیاز دارد
ببینید یک دنیا را یک کشور را دو بخش تشکیل میده. یک بخش دولت تشکیل میده که کارها وظایف و مسئولیت های خاص خود داره. یک بخش عمده هر کشور در تمام دنیا سکتور خصوصی و کشور تشکیل میده که هیچ دنیا را هیچ کشور را بدون از اینکه فقط و فقط دولت باعث شده باشه روش کرده باشه وجود نداره که در کنارش سکتور خصوصی را تشویق نکرده باشن و سکتور خصوصی اونجا نقش نداشته باشه و جوابا اونجا نقش نداشته باشه. اصلا اون قسم کشور را شما در دنیا پیدا نمی کنید و خیلی از نقش های عمده و اساسی را در دنیا ها در جهان متشبسین به عهده دارن، متشبسین های اون کشور، تجارت پیشه های اون کشور که باعث شده در کنار از اینکه دولت سهم خود داشتن متشبسین هم کسایی بوده که زمینه کار، زمینه بهتر شدن بهداشت جامعه، بهتر شدن سلامت جامعه، بهتر شدن سیستم آموزشی یک کشور و یک جامعه یکی از نقشای اساسی را شمایان داریم و شما عزیزایی داریم و بالخصوص عزیزایی که در این جمع هستن و جوانایی که در این جمع هستن، همه عزیزا متشبث هستن و کسایی هستن که تصمیم گرفتن فقط اگر امنیت در کشورشان فراهم باشه که روز به روز خدا را شکر ما امیدوار هستیم و امیدوار هستیم مثل که خیلی از کشورها ساخته شده کشور ما هم ساخته میشن و این امیدواری در این جمع دارن و این عزیزا دارن و این جمعی که واقعا هیچ چیز نمیخواید، نه پروژه میخواید، نه سیاست میخواید، نه هیچی کار نداریم. هر کس در بخشی از دنیا مسئولیت ویژه خاص خود داره. سیاسیون کار خود میکنه، هنرمندها در یک بخش کار خود میکنه که همه ما در بخش هنرمندیم، در وظیفه ما، در مسلک ما، در رشته ما، در کسب ما هنرمندیم و این هنرمنده است که این جهان رو و این دنیای هستی رو میسازد. سوالی که ما و بعدش بخش انتظامی عزیزایی که داوطلبانه تصمیم گرفتن در نظم سمینار، در نظم گرد همایی که ما واقعا مدیونشان هستم، ممنون نظمتان و این همه کسایی که حال اینجا نشستن و از این نظم لذت میبرند، این عزیزا هم خیلی نقش داشتن و بخش اداری ما که از چندین شب خواب نداشتن و شب و روز میتپیدن و تلاش میکردن هماهنگی با بخش سیکیوریتی و امنیتی، هماهنگی برنامه ها، مدیون همه تان هستیم. ممنون رضا جان و عزیزایی که به دعوت ما همیشه لبیک گفتن و آمدن که ما ازشان مستفید شویم، آمدن که ما ازشان بیاموزیم یاد بگیریم و عزیزایی که در این جمع هستن، همه تان کسایی که از ولایات آمدن که ها زحمت کشیدن تلاش کردن و با این همه مشکلات و چالش هایی که صد رایشان بودن از هرات باستان که راه بسته شد و حتی دریورها اقتصاد کردن و گفتن ما کسی را کابل نمیبریم و راه کابل هرات چندین روز بسته میشه و با آن هم این افراد کسایی بودن که هیچ وقت موانی را نپذیرفتن که صد رای اهدافشان شوند. به افتخار رضا کف بزنیم دکتر بهمنان هستم. خوش آمدید. عزیزایی که از مزار شریف تصویف آوردن هستن از مزار شریف در کتوب که فکر برون باید سالن مرکوش و این هم مانوی شما شدن. خیلی خوش آمدیم. عزیزایی که از ولایت زیبای همیشه بهار ما تشریف آوردن نمی بهاریان. سر کشور تک و تک از ولایت‌های مختلف زحمت کشیدن و آمدن امروز این سمینار و این برنامه را رنگین ساختن. عزیزان یکی از سوالایی که چند روز قبل من در فضای مجازی نوشته بودم خیلی سوال خوبی است که اینجا هم دوباره بپرسم. اون سوال ایست بزرگترین آرزویت چیست؟ واقعا چی چیزی در زندگی برات خیلی مهم است؟ چه چیزی در زندگی همین لحظه برات خیلی حیاتی و حساس است؟ واقعا چی میخوایی در زندگی؟ چه کار میخوایی در زندگی انجام بدی؟ یا چی دوست داری؟ این سوال اگر اینجا حدود نزدیک 2000 انسانی که هستیم به هر کس یک جواب متفاوت دارن نزد خود. اگر این سوال شما از یک گرسنه بپرسیم
همه لحظه درست نباشم میگه غزا اگر این سبب از کسی باشه که شبها نخوابیده باشه و تلاش کرده باشه و ازش بگوستی چی میخواییم میگه خواب و اگر کسی باشه که بی نهایت سرکش شده باشه یا رسولا بگم خنوخ خورده باشه میگه یک فضای گرم لازم دارم اما وقتی که مشکلات اولیه و نیازهای اولیه بشر تأمین میشه و نیازهای مقدمتی تان برآورده شده باشه شما خانه، پوشاک، غذا، فضای گرم این همه چیزها را داشته باشین ذهنتان آرام باشه جوابی سوال فرق میکنه او زمان و او وقت شما به این فکر میافتین همه فیلسوفا و همه علمای عصر در سر تا سر دنیا با این موافق هستن و میگن وقتی که این همه نیازهای مقدماتی وقتی برآورده شوه و شما این از خود میپرسیم که من کی هستم؟ من چی هستم؟ من کجا آمدیم؟ من از کجا آمدیم؟ من کجا باید برم؟ من کجا میرم؟ چقدر ارزش دارم که من بعد از اینکه از این دنیا میرم در زندگیم یک خاطره خوشی به جا گذاشته باشم؟ تا که اون نیازهای مقدماتی برآورده نشده باشه شما به این سوالات خیلی دشوار است خیلی هم سخت است که شما فکر کنید لذا من به ایمان یک شهروند کشور به ایمان یک افغان اول بعدش به ایمان یک انسان در سر تا سر دنیا جمله‌ای که هیچ وقت در زمانی که من استفاده میکردم معنیش درست نمیفهمیدم من انگلیسی را به اون حد بلد نبودم اما این جمله را خدایی خوشم آمده بود در هر جا می نوشتم در اول سروف تدریسی من این جمله را می نوشتم و نمی فهم چرا من از طفولیت شخصی بودم که می خواستم در هر جا در هر گوشه در هر مکانی اگر بودم می خواستم یک کار متفاوت از دیگران انجام بدم یک کار متفاوت یک کار نسبتا کاری که کسای دیگه انجام نداده باشه متفاوت و محیط جامعه باشه من می نوشتم که ما در یک کشور تولد نشدیم ما در جهان تولد شدیم و ما واقعا همه جهان مربوط خود می دانستم و هیچ وقتی نمی فهمیدم امروز ما واقعا نمی فهم آیستا آیستا فکر می کنم جهان به اون سمت می رود و آیستا آیستا تنها مرزی که در دنیا باقی خواهد ماند و یک مرز خواهد بود مرز انسانیت ما بالا اون مرز را بایدیم و خیلی ها دیدن بیرون که در مورد ما چی میگن چه فکر میکنن چی میاندشن کار ندارن عزیزان که میاین میشینن برنامه های ما رو میگیرن میفهمن ما چی میکنیم میفهمن رسالت ما چیست میفهمن کار ما چیست میفهمن وظیفه ما چیست و همین هم کافیست هیچ وقت هیچ کاری در دنیا وجود نداره هیچ کاری در دنیا وجود نداره همه از او راضی باشن قبول داره؟ هیچ کاری تو به نعوذ بالله از الله متعال شروع میکنیم بالایش حرف میزنن بالای پیغمبرای بزرگوار هم حرف میزدن بالای علما و صحابه هم حرف میزدن بالای متشبیسون سیاسون و تجارا و آدمای معروف و مشهور هم حرف میزنن هیچ کسی نیست در دنیا کار کرده باشه برنامه داشته باشه همه موافق باشن و یا همه مخالف باشن شما قطعا در هر کاری دوستدارهای خود خواهید داشت و مخالفین خدا خواهید داشت و مهم است که خودت بدانی الله متعال که قطعا میدانه و خودت بدانی چه کار میکنی در اون مسیر باید ادامه بدی عزیزان من یادم هست اولین بار که افغانستان آمده بودم سال 2004 بود از پرورشگاه زمان رخصت شدیم کشور ما سیستم ریاست جمهوری فعال شد من دیگه یکش داشتم باید بیاییم با وطن بیاییم باید بیاییم با کشور رو ما هیچ کسی هم در کابل هیچ جایی هیچ خانه هم نداشتیم فقط آمدیم و کابل آمدیم و همون زمان یادم هست من زندگی در منطقه دور افتاده کابل به نام رشخور شروع شد
ریش خور یک منطقه خیلی که نه برق بود، نه آب بود، هیچی نبود، من اونجا زندگی میکردم و یادم هست از یک دکان شروع کرده بودم، دکانداری میکردم برای یک مدت کوتاهی که بعدش پی بردم که من این از دست میمانم، خیلی علاقمند درس بودم، بعدش رفتم مرکز آموزشی تأسیس کردم. اما همین دکان هم در اون منطقه یک دکان متفاوت، همین دکان یک غرفگک من داشتم و این غرفگک روزانه 3 ساعت 4 ساعت من زیاد در این غرفه نمی بودم، باور کنیم 3 ساعت 4 ساعت اوقات کاری نوشته بودم با خطاطی خودم. این لوحه دیجیتال یا مود نبود در کابل وقت یا نبود در قسمی، باید خودت خطاطی می نوشتی و ما همه رو نوشته بودم و یاد مست گلسازی می کردم و برگ و گلهای مختلف رو می آوردم و از این کارتنهای زیبا که مردم بود می خریدن کارتنهای مختلف می گرفتن، بود کارتن داره درست، لباس کارتن داره، بعدش از همه خویشاوندها خواهش می کردم که خواهشن این کارتنهایتان رو با ما بیاریم و این کارتنا یک چیزای نابکار بود و هیچ خانواده به اون نیاز نداشت و به من یا لطف بزرگی میکرد، هر کسی به من یک کارتن هدیه میداد، یک کارتن هم اگر از یک خالی ما پیدا میکردم یک لطف عظیمی بود، چون من کارتن رو میگرفتم بعدش با سلیقه خاصی که خودم داشتم مینشستم و این مکمل کاغذ تحفه داشتم، انواع برگ ها داشتم، گل های باز به نهایت زیاد آورده بود و بعدش این رو می نشستم و این رو دیزاین می دادم و این یک طرح بسیار زیبا و قشنگ، بالایش هم گل می زدم، این طرفش هم گل می زدم، داخل و وسط همه رو پوش می دادم که تو اصلا نمی فهمیدی این کارتن بود است و این بعد که در دکان می ماندم فرق می آمد کم از کم 5 تا 6 تا درخانی یک کارتن بود از من خریداری می کرد. شده دست نمیخواب، این رو نمیسنجد، همش 20 افغانی مصرف نمیشد اما به عشق رو 500 افغانی میخرید به خاطر از این گیره میبرد در داخل از این به معلمش روزهای معلم یک هدیه تقدیم میکردن به پدرجانش به مادرجانش در ازدواجها به خاطر یک هدیه یک کارتن. هیچ کس هم با ما جنجال نمیکرد، این ورقش هم تمام شده، کارتن از کجا کردی و قیمتش چند است، هیچ وقت این قیمتش رو نمیپرسید. شما وقتی میبینم این موتر را گل میزنین دیگه قیمتش رو نمیپرسین، رو زمان چیزهایی که براتون در زندگیتون ارزش داره قیمتش رو نمیپرسین. من همون زمان هم کار متفاوتی کردم، بعدش خوب آمدم در ساعات مختلف، کارهای مختلف، تجارتهای مختلف، بخش سکتور خصوصی، تراول جنسی، مکتب خصوصی تأسیس کردن که همش در کتاب ای وطن جور نمیشه انشاءالله هست، در آخر به این برنامه ویژه داریم، همش هست، داستان ها، همه موضوعات همش هست. جمله ای که سراسر زیاد میشنویدم در از روزی که در افغانستان هستم 16-17 سال میشه، من 5 ساله بودم که رفتم پرورشگاه تا 9 ساله، بعد از 9 سالگی تا به حال به کشورم هستم، این جمله را به نهایت میشنوم از بزرگا، از سیاسیون، از مردما، از دوستای این وطن جای زندگی نیست، این وطن جور نمیشه، این وطن ساختن نمیشه، این وطن نیست، این وطن نیست، این وطن نیست. این جمله، من سراسر مخالف این جمله بودم، نمیفهمیدم یک روز اسم کتابم میشه این وطن جور نمیشه. بخاطر از اینکه جمله را ریشکن کنیم، بخاطر از اینکه جمله را دیگه تکرار نکنیم، بخاطر از اینکه این جمله را دیگه استفاده نکنیم در زندگی، بخاطر از اینکه جمله را تغییر بدم، این کتاب را نوشتم و انشاءالله که امروز این کتاب باعث شود به این جمع و به این عزیزا حداقل پخش شود و این جمع و این مجموعه و این سازمان تصمیم بگیره که این وطن جور بشه. ملت افغانستان هم یک کار متفاوت است که ما ساخته باشیم. 8 سال میشه این ایده و این کار و این برنامه در زندگیم است. روزهای بسیار مختلف، پستی و بلندی های خیلی مختلف، همش در این کتاب هست. ما باور میکنیم هر کار میکنم، هر روز خود آخرین روز زندگی خود دانسته انجام میدم. امروز آمده گفتم ببین فرض که امروز آخرین روز زندگیم است. خوشا با حالم. دیشب خیلی عشق میریختم. امروز همینجا مشکایم روان بود، خیلی با مشکل آمدم اینجا، عشقای خوشی
حداقل ترستم یک کاری بکنم که ما ماندگار شوم بعد از مردم. و این ما به هیچ کس هم بخیر رو عدیه کردیم، اما مهمترین کسی رو برشان عدیه کردیم دوتا فرزندم است که خوردن، دخترک نازم که 5 سال است و پسرم که 2 سال است. بعد از اون میره تقدیم کردیم که بعد از مردم بفهمن که پدرشان چی کرد. پدرشان چه رضای را سپری کرد، چه سختی های را دید، چه چالش های را در زندگی سپری کرد، از کجا شروع کرد، هنوز هم هیچ کاری نکرده، هنوز در یک مرحله و قدماتی از زندگیش قرار داره. و اما از اینکه هر روز برام با ارزش است، هر روز برای مهم است و هر روز آخرین روز زندگی میدانم، لذا آخرین گفتار من هر روز به مردم بیان میکنم، هر آن چیزی که در قلبم است. عزیزای دل، بعد از اینکه خب من هر کسی در دنیا در کشور خود یک نقش خود داره، ما به یه همیشه فکر میکردم که انام نقش تو چیست؟ تو باید چی بکنی؟ تو چی میتانی؟ کارهای گناهی رو امتحان کردم، بزرگترین آرزون تدریس در پاهمتون بود، چون من از سنف نو مکتب تا به حال تدریس میکنم. اونجا هم که رسیدم دیدم که اونجا نمیشه زندگی من. یک مدر تدریس کردم دیدم که نه، محدودیت های وجود داره. من خیلی از حرفای دل خود رو پانتون گفته نمیتانم، کتاب های خاصی برای نهادم که تو باید این درس بدی و خیلی هایش به درد خودم نمیخورد. خودم که به عنوان یک استاد پانتون بودم خیلی از اون کتاب ها رو درد نمیکردم، خیلی از کتاب ها از قرن خیلی دور بودن، خیلی از کتاب ها کتاب نداشتن، چپتر هم وجود نداشت و چیزهایی تدریس میشد که واقعا خیلیش به درد ما نمیخورد و من مجبور بودم ما را تدریس میکردم. باز هم من با پانتون اکتفا نکردم، پانتون ها کار خود میکنن، ما گفتیم ما یک تکمیل کننده پانتون ها را داریم، میسازیم درس ها، چون واقعا در پانتون با من شیوه زندگی را درس ندادن، من چطور زندگی کنم، ارتباطات را درس ندادن و من این آموزش ندادم چطور با همسرم خوب رفتار کنم، چطور طفل من خوب بزرگ کنم، این رو به پانتون ما درس نداد. قطعه خود گفت که درس بخوام بره اینجا وظیفه به دست بیاد، خیلی این روز وظیفه ندارم، کی وظیفه رو برای جوان را بتن، کی وظیفه رو برای ازیا فراهم کنه. بعدش وقت میدیدم نهادهای مختلف در افغانستان در کشور ساخته میشد و برنامه‌های مختلف و این وان جوان ها را جمع میکرد. به خدا به همین برنامه سیاسیون افراد خیلی بودن که از من خواستار این شدن که خواهشان اجازه بده 5 دقیقه اونجا صحبت میکنیم، همه هزینه رو سمینار کنن، اون تو بابا رد کردم و من قبول نکردم. استاد اجازه بده که لوگوی ما اونجا زده باشه، هزینه داره ما برابر نمیسازم. استاد همه قدر بیا و بگو من در مقابل جمع صحبت کنم و نشان بدم که جمع است، هزینه تا نما برابر نمیسازم. قبول نکردیم. تو می جوان هم میخواییم دست بخوریم. اینجا جوان است که فقط انسانیت کارم نداریم و همه احترام ارزش قائل هستیم و ما میخواییم نقش خود ما، ما نمیخواییم همه کاره باشیم در هر چیز دست بزنیم، ما میخواییم یک بخش کشور کار کنیم، دو بخش، بخش صحت و سلامتی و اقتصاد کشور است. جایی در بگویی میگه خب من هزینه ندارم، من ماش ندارم که بیرم با تو کار کنم، من امکانات ندارم، من فامیلم به غذاست، من فامیلم به پوشاک است، من مشکلی که در خانه دارم، من او دارم، من او دارم، هزارها چالش پیش میکردن و نمی آمدن. باز اینا به این فکر افتاد که خب چیکار کنیم؟ من همیشه به این فکر بودم چیکار کنیم که جوان ها وقتی میان اینجا کار میکنن که اهداف ما خیلی فراتر از این چیزهاست، اهداف و برنامه های ما خیلی فراتر از چیز هاست. و والا قسم من در هر جای گفتم، در سر برنامه ها گفتم که فروش محصولات یک بهانه است برای خدمت کردن در کشور، یک بهانه است، یک بهانه دلگرمی جوان هاست، یک بهانه است که نیازهای اولیه و مقدماتی ایجام برآورده باشه تا بتانند بیشترین خدمات دیگر انجام بده، که امروز انشالله در مقابلشان من هیچ وقت وارا یتیم نمیگم، جرأتم به خود نمیتونم وارا یتیم بگم، چون امروز وا پدر دارن و ما پدرهایشان هستیم، امروز وا یتیم ها هم اینجا دارن. یتیم هایی که افغانستان او
اولادهایی که هیچ گناهی ندارن، همیشه دردم بود، پدر ندارن، مادر ندارن، بی سرپناه یک طفل که امکان داره سماکس فردا یک سرنوشت و یک کار بزرگی در جهان و در کشور انجام بدن. ما هم از پروردشگاه و یتیم خانه زندگی رو شروع کردیم و خیلی زندگی از وارد درد میکنم و ما حدودی را تحت سرپرستی گرفتیم. انشالله در آخر برنامه میبینیم شام خیلی فضای معنوی سو فضایی که ساختیم به خدا. و این همش اگر نیازهای اولی ما و فرزندان پر نمی بود، من این کار کردن نمیتونستم. قبول داره نه؟ این کار از جایگاه فقر میتونین انجام بدین؟ میتونین چند تا فقیر و یتیم و بیچاره را دستش بگیرید وقتی شما از خودتان کامل نباشید؟ ببینید، شما خیلی آرزو در زندگیتان داره، من میفهمم. امروز بزرگترین آرزویتان خودتان بنویسید. من نمیفهم تو چی میخوایی در زندگیت انجام بدی. هر چی داری اگر هیچ محدودیت وجود نداشت، واقعا چی جایگاه، چه کاری در زندگی میخواستی انجام بدی و چی کار آرزو داشتی؟ و اون کار محدودیت نیست. آره که محدودیت به وضعیت زندگیت بدی، بازی کار رو نمیکنی. اینال وقتی محدودیت نمیدی، تو تصمیم بگیری کارهای بزرگ انجام بدی. بیا از یک جا شروع کنیم، یا منتظر نباشیم اون فرصت فراهم شود. بیا از یک جایگاه شروع کنیم. و خدا همین میگال افغانستان هم من چوکی های روز اولش هم، میزی روز اولش هم، کوچ روز اولش هم لیلا میخریدیم. نمیفهم که آیا یادش میام را دیدم اون روز. و خدا لیلا میخریدیم در شهر نو، همون جای دفتر دو اتاقه که هزینه ناچیز 200-300 دلار برای من خیلی دشوار بود. و خودم به خدا پشت کردیم تا منزل چهار کشیدیم. برنده همین شمسی پلازا از همون باردها و سیکیوریتی همونجا که تا به حال هستن بپرسید روزای من رو دیدن. من نخواستم بشینم، من از یک جای شروع کردم، من از یک جای شروع کردم. و خدا با پنج تا چوکی، با دو تا مارکر، با یک صنف رنگ ناشده شروع کردیم. منتظر فرصت نباشه، منتظر از این نباشه که شرایط فراهم شد و شما یک کاری کنید. هیچ وقت کار انجام نخواهید داد. خواهشان از یک جایگاه شروع کنید، از یک جایگاه کوچک، از یک محیط شروع کنید. ما تصمیم گرفتیم، خیلی هم میگم والا شما چی میکنید؟ کار شما چیست؟ برنامه شما چیست؟ وظیفه شما چیست؟ شما چی میکنید؟ میگالان چی میکنن؟ میگالان خیلی کارها میکنن. من جمله کار بر فرهنگ درست، من جمله ایجاد همچو برنامه ها و برنامه های ساعت تیری، برنامه های ازدواج، برنامه های گردهمایی هایی که هیچ درسی نداره به نهایت زیاد است در کشور. این برنامه ها را مروج بسازیم و عزیزایی است که اینجا جمع بشن و اینجا تصمیمات خوبی بگیرن. چی یک روز زیبا، روز جمعه، سال جدید پیش رو، 362 روز دیگه الله متعال برات فرصت داده. یک زندگی خوبی آغاز کن، بیا متفاوت از گذشته شروع کن، بیا بعد از این تصمیم بگی دل در نر انجام بگتیم یک کار متفاوت انجام بدیم. چه کار؟ تجارت باید انجام بدیم، کسب پیغمبرا رو باید انجام بدیم. اول باید این جمع امکانات مالی و جیب خرچی و مسائلشان رو برآورده کنن، حداقل کرایه رفت آمدشان رو برآورده کنن، یک راه درآمدی برشان ایجاد کنیم، بعدش در کنارش بتانم بیان کارهای بزرگ عظیم، خدمات بزرگ عظیم به کشورشان انجام بدن.